امید نادری هستم، محصل سال آخر انجینری صافه در بخش طراحی اشکال سبودی که مربوط به گرافیک میشه، همچنان در بخش پی دی پرینتینگ دیزاینینگ تعلیم یافتم، همچنان یک دوره 6 ماه انجینری موبایل که متشکل از طراحی پی سی بی، بسته‌بندی موبایل، شناخت اجزای موبایل را سپری کردم. چیزی که در ذهن ماست او را باید موبایل بره، او را از سافت یا سافت باید بره او را سر هارد، یعنی از خیال را باید بیاره سر کاغذ. بیشتر را سکیچینگ سر کاغذ بود، همراه پنسل، همراه سوخار و این چیزا بود. حالا از رشد کردم و برنامه تریدی شیپ و خیلی برنامه دیگه هستن که تر یا هر چیزی را که شما میسازیم او را تمام ابعاد از اون به میلیمتر یا سانتی متر یا متر اندازه میشه، برآورد میشه و در اون برنامه سافری سکچ میشه و او بعد از اون داده میشه و تولید کننده که از او مولد از او را بسازن و این را تقریبا میشه گفت طراحی اشکال سبودی. هدف من تأسیس یک برند تکنولوژی موبایل به نام افغانستان هستم. در این برند استپ اول ما بروز رسانی فیچر فون یا همون موبایل دکمه ساده هستم. به باور من استیو جاب از 2007 شروع کرد بروز رسانی سمارتفون هم. تا 2011 خیلی موفق شد، خیلی حتی آیفون 5S هم بیو پروتکت کرد، یعنی مجهز به بایومتریک. اما یک گجت پرکار زحمت کش، همچنان یک گجت اما ارزان قیمت هم، هیچ کس تا اقدام نکنه که رو بروز رسانی کنه. به باور ما از 2010-2011 به طرفی گجت بروز رسانی نشده. ما از نام افغانستان اقدام کردیم تا این رو بروز رسانی کنیم که تر اول ما تکمیل شده و یه موبایل ما 28 ویژگی داره، حتی اولین موبایل است که ضد آب است. این فشارفون هم میشه گفت نیاز بشر است. ما خصوصیت های زیاد، ویژگی های زیاد در اسمارتفون ایجاد کردیم که او از او زیاد بحث نمی کنه، فقط سه کمبودی که بشر و کاربرا همیشه همراه مواجه است و ما را می خواهیم مورد صحبت قرار بده. یک از تریسینگ است، اکثریت موبایل که مفقود میشه دیگه کاربر نمیتونه او را تریس کنه یا ترک کنه او را دوره بیاوه. گرچه فایند مای فون در اپل هست، اما تا زمانی که کاربر به نت کانکت باشه. یعنی سالانه در افغانستان بیشتر از شاید 10,000 اسمارتفون اپل مفقود شود. 10,000 اسمارتفون وقتی های کلود داشته باشه او دیگه کاملا از بین میره، بهای از او کاهش میبره و 10% با مفاد اپل میبره که ما میخواییم در هر حالتی که موبایل باشه کاربر بتونه موبایل خود را تریس کنه، ترک کنه، آره بیاره. ما میخواییم LCD را استفاده کنیم به جای اسکرین. امیال خیلی اسکرین ها LCD های هستن که کیفیتشان فرق زیاده با AMOLED ندارن، همچنان AMOLED چارج هم بیشتر میبره. افغانستان نسلا فکر نکنم آماده همکاری ما باشه، آماده ایزی باشه که من رمایه کنم طراحی که میتونه سالانه میلیون ها دلار به اقتصاد افغانستان کمک کنه. ما هنوز جایی نداریم که ایده جوان های ما رو ثبت کنه، پتنت هایشان رو ثبت کنه. توصیه من به جوان ها مطالعه است. ایده چی به خلق میشه؟ ایده زمان خلق میشه که ما محیط بشناسه، ما
تکامل تکنولوژی را تا حال آمده ما را باید بشناسیم، ما را باید مطالعه کنیم و بعد از اون کمبودیا محسوس میشه برای ما. وقتی ما کمبودیا برای ما محسوس شد، یکیده خلق میشه و داشتن علم ما پتانسیل از اون را به ما میتر که ما اقدام کنیم او خلال در یک جامعه چی کشور باشه، منطقه باشه، جهان باشه، او را حل بسازم. تا مطالعه نباشه، مطالعه 6 ساله، هیچ وقت یک ایده بزرگ خلق نمیشه.